بسم الله الرحمن الرحیم چه باید کرد؟ معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول معیشت دو تقضیه صفحه یازده یک هر خوراکی که مصرف کنندش در حال مصرف آن به یاد خدا و شکر نعمات خدا نباشد به همان میزان قفلت و نسیان آور است و آن خوراک بر آن فرد حرام می شود و موجب سلامت تن و روان وی نمیگردد و بلکه موجب ناراحتی اعصاب و تن بین می شود و در بلند مدت بیماری پدید می آبرد و بر حرص و شهوات و قهدی زدگی نفس می افزاید. شدن یک رزق نهایتا به آنجا می رسد که فرد عملا از آن رزق در حین دارا بودنش محروم است. در حالی که در آتش آن است مثل مرض قند. دو خوردن و نوشیدن در حال خشم و غضب حرام است زیرا در چنین حالاتی آن غذا در بدن هضم و حل و جذب نمی شود و موجب سقل و بیماری می گردد سه در حال ایستاده و با عجله خوردن و نوشیدن مکروه است چهار مستحب است که انسان تا کاملا گرسنه نشده و دارای اشتها است غذا نخورد پنج واجب است که غذا به آرامی و به طور کامل خورده و جویده شود. شش واجب است که انسان در حال غذا خوردن مشغول هیچ کار دیگری نباشد مثل بحث کردن، تلویزیون تماشا کردن یا مطالعه نمودن و امثالهم. هم. هفت مستحب است که انسان قبل از سیری کامل دست از خوردن بکشد. هشت مصرف اشتها آورهای کاذب و به خصوص صنعتی و دارویی مکروه است. نه، داروهای شیمیایی که به قصد چاق شدن تجویز می شوند حرام است. همچنین داروهای شیمیایی که برای لاغر شدن تجویز می شوند حرام هستند. ده کلن کم خوردن و کم نوشیدن موجب سلامت تن و روان و اخلاق است و لذا از واجبات است زیرا چیزی واجب تر از سلامتی نیست. یازده مستحب است که در آغاز و پایان هر وعده اندکی نمک خالص مصرف شود که هم موجب ضد عفونی شدن مجاری گوارشی می شود و هم اشتهای کاذب را از بین می برد مکروه است که فقط به حکم عادت چیزی مصرف شود سیزده هر نوع خوراکی که برای مصرف کنندش هر نوع ضرری داشته باشد برای وی حرام است چهارده مستحب است که انسان در حال غذا خوردن نگاهش به غذا باشد. 15. مستحب است که پس از هر غذایی دهان کاملا با آب شستشو گردد و دندانها مسواک شوند. 16. مصرف زیاد و مستمر گوشت هر حیوانی مکروه است. 17. واجب است که به همراه هر وعده غذا مقداری میوه تازه یا سبزیجات تازه و یا نان سبوسدار مصرف شود. 18. از بین بردن و حذف کردن پوسته و سبوس غلات و حبوبات از غذای روزمره حرام است. 19. طبخ سریع و گرمای شدید در پختن غذاها مکروه است. 20. مصرف غذاهای سوخته و نیم سوخته و شدیدن سوخ شده حرام است. همچنین غذاهای یخ زده. 21. مستحب است که غذاهای بودار به برخی از اطرافیان و همسایگان داده شود هرچند بسیار اندک باشد 22. مستحب است که انواع چربی ها به حد اقل ممکن مصرف شوند 23. مستحب است که پس از مصرف هر وعد غذا اندکی استراحت شود 24. مصرف غذاهایی که مزه و بوی اولیه آنها از بین رفته و یا دگرگون شده مکروه است. 25. مصرف غذاهای فشرده و کهنه مثل کالباس و سوسیس و مشتقات آنها و غذاهای کنسرو شده و یخزده کلا مکروه است ولی برای کودکان و بیماران و افراد مسن حرام است. 26. مستحب است که در صورت امکان هر روز مقداری شیر و اصل مصرف شود. 27. مصرف مستمر و روزمره شیرینی های فشرده و سقیل مثل قند و شکر و شکلات ها و مشتقات آنها حرام است. 28. مصرف مشروبات الکلی و انواع مواد مخدر و محرک گیاهی و شیمیایی که به قصد عیاشی و تنوع طلبی باشد حرام است. 29. مستحب است که در هر بعد غذا تعداد کمتری از انواع خوراکی ها مصرف شود. سی هر خوراکی که شامه یا زائقه فرد را آزرد سازد برای وی مکروه است مگر اینکه دارو باشد سی و یک مستحب است که از سن حدود چهل سالگی به بعد هم از مقدار غذا و هم از سنگینی و چربی غذا و هم از غذاهای گوشتی کاسته گردد غذای پیران بایستی به تدریج همسان غذای کودکان شود سی و دو غذاهای فشرده صنعتی و دارویی مثل پروتئین ها و ویتامین های دارویی مکروه است. سی و سه پرخوری برای بچه ها از حرام های بزرگ است که هم موجب امراض جسمانی می شود و هم انحراف اخلاقی و تربیتی. سی و چهار نان و شیرینیجات بی سبوس مکروه هستند. سی و پنج استفاده از غذاهای آماده ای که در بازار وجود دارد مکروه است. 36. مصرف خوراکی ها و نوشیدنی های خیلی سرد و خیلی داغ حرام است. 37. مصرف گوشت حیوانات بیمار و نیز حیوانات مردار شده حرام است مگر در مواردی که خطر مرگ از فرط گرسنگی وجود داشته باشد. 38. مصرف لبنیات و گوشتی که در پروار بندی ها و با استفاده از داروها تولید می شود مکروه است. سیونو هر خوراکی که به طریقی انسان را وابسته و معتاد نماید حرام است. به مانند سقز جویدن، نوشابه های صنعتی، شکلات ها و غیره. چهل گیاهخواری و خامخواری و امثال هم به عنوان یک رژیم غذایی دائمی و یک مکتب عقیدتی مکروه است ولی به عنوان رژیم های موقتی و دارویی اشکالی ندارد. چهل و یک استفاده از کودهای شیمیایی و سمپاشی های شیمیایی در کشاورزی حرام است. چهل دو فقط یاد خدا و قناعت و رزق حلال است که وجود انسان را قوی و سالم می سازد و ضعفهای جسمانی ربطی به کیفیت مادی غذا ندارد. یعنی آنچه که امروزه سوء تقضیه و گرسنگی و فقر نامیده می شود فقط حاصل بی ایمانی و بیگانگی از دین و اخلاق است که موجب سقوط اقلانی بشر در امر تقضیه هم می گردد و قهطی پدید آورده است. چهل و سه سلامت تغذیه همواره به صنعت تهدید می شود بنابر این تغذیه هر که از صنعت و تبدیلات فنی دورتر باشد سالم تر است این تفکیک امری واجب است زیرا علت سلامتی تن است و تا بدنی سالم نباشد در آن عقل و دین مختل است چهل و چهار مصرف گوشت حیوانات خونخوار و مدفوع خار و سمداران بیشکاف حرام است مگر در مواردی که خطر مرگ از فرط گرسنگی وجود داشته باشد 45 زبه حیوانات حلال گوشت بایستی به یاد خدا انجام گیرد و ای باشد که تمام خون بدن آنها خارج شود وگرنه مکروه است 46 مصرف گوشت حیوانات حلال گوشتی که در حریم خانه رشد یافته و انس شدیدی با اهالی خانه دارند برای اهالی آن خانه مکروه است این نوع حیوانات بایستی برای زب به طور زنده به دیگران انفاق شوند. چهل و هفت مصرف هر روزه گوشت و تخم مرغ مکروه است. پروتئین گیاهی موجود در حبوبات و دانه های روغنی به مصرف گوشت و تخم مرغ ارجه است. چهل و هشت مصرف روغن های نباتی جامد و مایعی که هیدروژنیزه شده باشند مکروه است. و روغن حیوانی به مقدار کم به طور روزمره ارجه است. چهل و پختن و گرم کردن غذا از طریق تشعشع صنعتی حرام است. پنجاه مصرف خوراکی هایی که در آن از مواد پتروشیمی استفاده شده مثل رنگ های مصنوعی حرام است. پنجاه استفاده از انواع مواد اسیدی و قلیایی صنعتی مثل جوش شیرین در غذا حرام است. 52. استفاده از داروهای شیمیایی به طور روزمره و دائمی حرام است مگر اینکه مصرف نکردنش موجب هلاکت شود به مانند استفاده بیماران سرطانی از مسکنها 53. ضروری است که آب آشامیدنی از لوله شهر که حامل کلور است نباشد و از آب چشمه استفاده شود 54. چهار منشه اصلی سلامت جسمی اعضای خانه حلالی منبع رزق است و نکفایت مواد پروتئینه و ویتامینه. لقمه اینان حلال درمانگر بسیاری از امراض است. 3. سکونت و خانه 1. هر محله یا شهر و یا کشوری که برای ساکنانش ایجاد سلامت و امنیت جسمی و روانی و اخلاقی نکند، ترکش واجب است. این همان امر به هجرت می باشد که برای مؤمنان از واجبات درجه اول محسوب می گردد. دو به طور کلی مستحب است که انسان هر چند وقت یک بار محل اقامت خود را تغییر دهد. این تغییر بایستی به نیت تنوع طلبی و عیاشی نباشد بلکه به نیت حفظ و ارتقای سلامت دین و دنیا باشد. سه آن محله یا شهری که اهالی آن بسیار ریا و فتنه می کنند ترکش واجب است چهار جایی که رزق حلال ممکن نباشد ترکش واجب است پنج واجب است که اعضای هر خانه به تناسب توانایی و استعداد به ادالت کارهای خانه را بین خود تقسیم نمایند و حتی بچه ها هم به نسبت توانایی در این تقسیم کار مشارکت نمایند وگرنه آرامش و آسایش خانه به خطر شش، رعایت نظم و بهداشت و پاکیزگی برای هر یک از افراد خانه واجب است و این از امور اساسی تربیت نیز محسوب می گردد. هفت مستحب است که هر خانه ای گیر باشد. 8. مستحب است که برای ساختن هر خانه از مصالح طبیعی همان منطقه استفاده شود. نه مستحب است که تا حد امکان در ساختن هر محل مسکونی از مصالحی همچون سیمان و غیر و مشتقات آن کمتر استفاده شود مخصوصا برای کف و سقف ده مستحب است که کف هر محل مسکونی مخصوصا محل خواب زمین باشد یعنی اینکه زیر آن خالی نباشد خانه های همکف بهترین خانه ها هستند یازده واجب است که دمای درون و برون محل مسکونی تفاوت زیادی نداشته باشد یعنی از بخاری و کولر بایستی تا حد امکان کمتر استفاده شود دوازده مستحب است که هر خانه حیاتی هر چند کوچک داشته باشد و در آن حیات گیاه و جانوری اهلی وجود داشته باشد سیزده نگهداری هر نوع حیوانی در داخل محیط خواب و خوراک مکروه است. چهارده مستحب است کسی که وارد خانه می شود سلام گوید حتی اگر کسی دیگر در خانه نباشد پانزده مستحب است که مستراح خانه از محل خواب و خوراک دور باشد و در حد امکان در حیات و یا بیرون از فضای مسکونی قرار داشته باشد شانزده مستحب است که اهل علم و تفکر در مناطق کوهستانی و خنک و در ارتفاعات که هوایی رقیق دارد زندگی کنند. 17. مستحب است که در هر خانه ای اتاقی مخصوص برای تنهایی و تفکر و عبادت اهالی خانه وجود داشته باشد و فقط به همین قصد از آن استفاده شود. 18. واجب است که اتاقها به والدین از فرزندان بالغ جدا باشد. 19. واجب است که هر یک از اعضای خانه بدون خبر و بی صدا وارد خانه نشوند هرچند که کلید داشته باشند. 20. حرام است که والدین در حضور فرزندان بالغ خود برهنه شوند و یا لباس های شهوانی که بدن را نیمه برهنه می دارد استفاده نمایند. 21. سکونت در شهرهای صنعتی و آلوده حرام است. 22. سکونت در همسایگی کسانی که علنا فساد می کنند حرام است. 23. استفاده افراطی و بتپرستانه از اشیای زینتی در داخل خانه مکروه است. 24. استفاده از محصولات صنعت نفت و پتروشیمی و نیز محصولات الکترونیکی به طور روزمره در محیط خانه مکروه است. مثل تلویزیون، دستگاه های صوتی، کامپیوتر، لوازم برقی چون جارو و چرخ گوشت و ظروف و فرش هایی که از مواد صنعتی نفت ساخته شدند و نیز لباس و لحاف هایی که از پلاستیک و پشم شیشه و الیاف صنعتی ساخته شدند. 25. مستحب است که زوجهای جوان برای شروع زندگی خود از سیطره نژاد و خاندان خود به دور باشند. 26. حرام است که منزل شخصی در اماکن غصبی باشد و یا صاحب اصلی آن راضی نباشد و یا اینکه آن منزل از طریق ربا و یا دین به اشخاص تبهکار فراهم آمده باشد. 27. آب و هوا دو رکن اصلی حیات و سلامت تن و است که بایستی در انتخاب محله و شهر در درجه اول اهمیت قرار گیرد. 28. خانه که به واسطه ربا و دویون و مننت و دقدقی فراهم آمده باشد سلامت تن و دل و روان و دین و اخلاق را به خطر می اندازد و چه بسا چون این خانه نماز ندارد چهار استراحت و تفریحات یک کار کردن به هنگامی که خواب یا خستگی بر انسان مسلط باشد حرام است دو بر اهل تفکر و عبادت واجب است که ساعتی از نیمه شب به بعد را بر خواب خود مسلط شوند و بیدار بمانند و در تنهایی و سکوت به تأمل بپردازند. 3. برای بیماران استراحت و خواب از واجبات است. 4. آبیدن بر تشکهایی که انعطاف پذیری زیادی دارند مکروه است. 5. استفاده از لباسهایی که موجب تحریک شهوانی یا حسادت دیگران شود حرام است. 6. استفاده از لباس هایی که فرد استفاده کننده را معذب نماید مکروه است. 7. از بهترین تفریحات برای تن و روان آدمی سفر به خصوص در طبیعت بکر است. 8. شوخی های رکیک و حجم کردن دیگران و حتی دشمنان خود به عنوان تفریح حرام است. 9. افراد در شوخی و کنایه حرام است. 10. استفاده از رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون به عنوان تفریح و استراحت روزانه و مستمر حرام است. 11. استفاده از انواع ورزش های غیر خشن و غیر فقط به عنوان تفریح و استراحت حلال است. 12. تخت نرد، ورق بازی، انواع بازی های کامپیوتری و بازی های حراسناک ماشینی اگر به صورت شرط بندی باشد حرام است و اگر فقط برای تفریح هم باشد مکروه است. سیزده شوخی های حراساور و نیز دروغگویی به قصد تفریح و سرگرمی حرام است. چهارده از مفیدترین تفریحات برای مؤمنان کار کردن بی مزدومنت برای مستمندان است. پانزده رقصیدن در حضور نامحرمان حرام است و کلا زیاد رقصیدن حتی در نزد محرمان و برای خیشتن هم مکروه است. 16. استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر یا محرک به قصد تفریح حرام است. 17. رفتن به دیدار دیگران فقط به قصد سرگرمی و تفریح مکروه است. 18. بازی در طبیعت با گل و گیاه و سنگ و خاک و حیوانات اهلی از بهترین تفریحات مخصوصاً برای بچه هاست. 19. هر بازی و تفریحی که تبدیل به عادت شود، حرام است. 20. هر بازی و تفریحی که موجب نخبت و حسادت و کدورت شود، حرام است. 21. خوردن فقط به قصد بازی و سرگرمی، حرام است، مخصوصاً برای بچه ها. 22 هر نوع موسیقی که موجب هیجانات شدید گردد حرام است 23 موسیقی الکترونیکی مکروه است 24 هر موسیقی که موجب ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی گردد حرام است 25 مطالعه هر کتابی که موجب خیال بافی های شدید گردد حرام است 26 مطالعه زیاد کتاب قصه و تماشای فیلم های داستانی به طور مستمر حرام است. 27. رابطه جنسی حتی با همسر اگر فقط از بیکاری و به بی نیت سرگرمی باشد حرام است. 28. استهمام از مفیدترین تفریحات روزمره است. 29. هیچ چیزی بهتر از تفکر در احوال خیشتن و در باری خلقت جهان و سرنوشت انسانها موجب رفع خستگی و افسردگی از تن و دل و روان نمی شود. سی بازی و شوخی با کسی که قلبا تو را دوست نمی دارد مکروه است. سی و یک بازی و شوخی با کسی که به لحاظ ایمان و عقل از تو برتر است و به او ارادت داری امری حرام است. سی و دو قهقه زدن در نزد نامحرامان مکروه است 33. قنده زیادی در هر جایی مکروه است 34. زیاد بازی کردن حرام است 35. عروسک بازی بچه ها مکروه است و بهتر است که با اشیای واقعی و طبیعی بازی کنند 36. آموزش مذهبی به بچه ها به نیت مشغولیات و سرگرمی حرام است 37 برگزاری مراسم مذهبی به نیت سرگرمی و تفریح حرام است 38 مفید ترین تفریح برای مادران بچه داری است 39 هر بازی که جدی شود حرام است و در رأس بازی های جدی شده مدرن بازیگری سینما و ورزش رسمی و حرفه‌ای می باشند چهل هر تقلیدی یک بازی است و هر بازی یک تقلید است تقلید و بازی در اصول دین و اعتقاد مردم حرام است چهل و یک تماشای مستمر تلویزیون برای بچه های زیر سن عقل کلن حرام است چهل و دو هر کاری که به قصد وقت کشی باشد حرام است چهل و سه شوخی درباره اصول اخلاقی و اعتقادی و دینی حرام است چهل چهار استفاده از زینت آلات به طور کلی مستحب است به شرطی که موجب ضرر اقتصادی بر خانواده و یا موجب تحریک حسادت و ادابت دیگران و موجب اشیاء پرستی فرد نگردد. چهل و پنج حرام است که زنان خود را به صورت مردان درآورند و یا مردان به صورت و آرایش زنان درآیند. چهل و شش شلوار پوشیدن بدون روپوش برای زنان کاملا مکروه است و در حضور نامحرمان حرام است پوشیدن لباس های تنگ و چسبان برای زن و مرد مکروه است چهل هشت مستحب است که انسان به یاد خدا هر روز لااقل یک بار صورت خود را در آینه تماشا کند و در آن تعمل و دقت نماید چهل در حال ایستاده ادرار کردن حرام است الا به هنگام استرار پنجاه مکروه است که انسان چه مرد و چه زن به طور برهنه در رخت خوابش به خواب رود مستحب است که تمام بدن با لباس سبک و مناسبی پوشیده باشد پنجاه مستحب است که حتی محرمترین افراد یک خانواده به هنگام به خواب رفتن با رعایت فاصله ای از یکدیگر بخوابند که در حریم حرکت دست و پاهای یکدیگر نباشند الا زن و شوهر پنجاه دو. ابتلای به ورزش به عنوان تماشا مکروه است. پنجاه و سه هر کاری از روی عادت و صحو مکروه است حتی عبادات. پنجاه و چهار خودمسخرگی به قصد خندانیدن دیگران حرام است. پنجاه و پنج شوخی و بازی با بدن یکدیگر حرام است. پنجاه و شش سخن گفتن از بدیهای دیگران اگر به قصد معرفت و عبرت و مشورت نباشد غیبت است و حرام است پنجاه و هفت استفاده از تلفن همراه و اینترنت و تلویزیون و ماهواره به قصد وقت گذرانی مکروه است پنجاه و هشت حمل دائمی تلفن همراه مکروه است و تا حد امکان در منزل خاموش نگه دارید پنجاه و نو عمل تلفن همراه به قصد تفریح و غیر از استفاده ضروری حرام است مخصوصا برای بچه ها شست. بازی با وسایل الکترونیکی برای بچه ها حرام است شست و یک. بازی و اونس با حیوانات اهلی و بهداشتی برای بچه ها از بهترین بازی هاست ها شست و دو. زندگی در طبیعت بکر بهترین تفریح و بلکه از عبادات است